بازی از این لحظه با سوت علی صفایی آغاز میشه در ورزشگاه فولادشهر. یه پاس موقت هست برای ترابی، همین ابتدای کار، بازیکن سابق پرسپولیس. ترابی، سروش رفیعی، یه توپگیری، یه حرکت از محمد حسین اسلامی، محمد جواد محمدی توپ در اختیار داره، ارسال میکنه، یه ضربه سر، اونجا رفیعی ناقص دفع میکنه، روی زمین میفته آذرباد، کماکان شلوغ اونجا پشت محوطه جریمه، یه ارسال دیگه، موقعیت برای زوباهن و توپی که خود رفیعی در اختیار میگیره، اجازه ندادن مدافعین زوباهن. سروش رفیعی کوتاه کار میکنه برای ترابی، خود سروش ارسال روی تیر دورتر، ضربه سر کنعانی، پنالتی، پنالتی میگیره علی صفایی به نفع پرسپولیس. ببینیم در صحنه آسته ارسال سروش رفیعی، اونجا مجید علیاری بود که کامل بغل کرد، فکر کنم مهدی ترابی رو بغل کرده بود، ژست خاص خودش رو هم میگیره، با تمرکز میخواد برگرده. گولسیانی و محسن فروزان معمولا سمت راست بزنه، فروزان خوب میگیره سمت راست خودشو، ضربه رو چیپ میزنه، خیلی هم خوشگل میزنه، گل اول برای پرسپولیس. گیورگی گولسیانی، این گرجستانی دوست داشتنی، اینجا موفق میشه که دروازه زوباهن رو باز کنه. حساب کار 1-0 به نفع قرمز پوشان پایتخت. خوشحالی بازیکنان پرسپولیس رو از این نمای زیبا ملاحظه میکنی. خیلی زود به گل رسید، از روی نقطه پنالتی خیلی عالی زد ضربه پنالتیش رو، با یه چیپ مطمئن دروازه زوباهن رو باز میکنه. توپ میرسه به بازیکنان زوباهن. محمدی، خود محمد جواد محمدی، این سم آریاکیا، حرکت عرضی، یه ضربه از آریاکیا، راحت توپ رو در اختیار گرفت. بازی همون 10 دقیقه اولش انصافا خوب بود، در ادامه بازی متعادلی رو شاهد بودیم. یه پاس عمقی، حرکت آلکسی، تک به تک، و فروزان نگه میداره زوباهن رو در این مسابقه. اینجا سخت بود، به نظر یه نیم بدن فکر کنم یا مساوی بود یا جلوتر بود آلکسی، اما تک به تک رو از دست داد. در حال گرم کردن اصلا تا با نظر عثمار به زمین مسابقه برن، ارسال از بازیکنان زوباهن، حرکت خطرناک آذرباد، خودشو پرتاب کرد سمت توپ، آفساید فکر کنم اعلام شد. یه بازیکن پرسپولیس نعمتی هم ناراحت روی زمین افتاده، ببینی کارت قرمز به آذرباد نشون میده. حالا در تصویر آهسته بهتر متوجه میشیم، اینجا ببینید بی احتیاطی کرد محسن آذرباد، ارسال محمد جواد محمدی، و اینجا برخورد شدیدی که اتفاق میفته بین نعمتی و آذرباد، دیگه از دست میره برای زوباهن. توپگیری از بازیکن پرسپولیس، این سم مهدی ترابی، پاس عمقی، عیسی آلکسی، موقع عالیه برای پرسپولیسی ها، یه پاس عرضی، ترابی تک به تک، دوباره فروزانه که دروازه را نجات میده. اینجا بود که آلکسی فرار کرد، بلافاصله پاس دیگر ارسال کرد، پاسش خیلی خوب بود برای ترابی، و خروج به موقع فروزان اجازه نده ترابی دروازه زوباهن رو باز کنه. یه پاس از سروش رفیعی، موقعیت هست برای ترابی، رد میکنه خود ترابی، پرسپولیس رفتن برای گل دوم، این ضربه دوباره محسن فروزان، ستاره بیچون و چرای تیمش بوده امشب، یه تنه ایستاده مقابل پرسپولیس، در حالی که چند تا گزینه داشت ترابی خودش اقدام به ضربه زنی کرد، و محسن فروزان بود که توپ رای کورنر میکنه. فردین یوسفی، ارسال بلند، رفیعی بیرون میاد، یه برخورد دیگه، گل زده میشه، اما قبلش خطا اعلام میشه روی دروازه‌بان.
خطای بازیکن زبان روی رفیعی اعلام میشه. ببینید ارسال فردین یوسفی و اینجا برخوردی که فریبرز گرامی داره با رفیعی دروازه‌بان پرسپولیس و در ادامه مهداد رضایی که توپ وارد دروازه کرد اما خطا بود. رو به جلو حرکت میکنه، یه ارسال بلند روی تیر دو، موقعیت برای امید عالی‌شاه. چه توپی رو از دست داد اسماعیلی فر. موقعیت برای پرسپولیس، دانیال اسماعیلی فر، یه پاس عرضی، تو برمیگرده پشت محوطه جریمه ترابی، یه ضربه بغل پای عالی، چکس العمل خوشگلی نشون میده محسن فروزا. چه صحنه زیبایی رو شاهد بودیم در ورزشگاه فولادشهر. ستاره بازی بدون شک محسن فروزان بوده. یه بغل پای فنی و حرفه‌ای میرفت که تو سکنج دروازه فروزان قرار بگیره، اما سروش رفیع حسن در موقع ارسال پاس عرضی اورانوف و توپی که در اختیار محسن فروزان قرار میگیره. ارسال توپ روی تیر یک از همه عبور میکنه، اونجا بازیکن زباهن صاحب توپ هستن. اشتباه عالی‌شا، موقعیت، خودش اقدام به شوت زنی میکنه و سروش رفیعی حالا ضد حمله برای پرسپولیس. چقدر زیادن اورانوف به سمت دروازه زباهن، عیسی آل کثیر و عالی‌شا هم هستن. خود اورانوف چقدر ضربش نزدیک بود به تیر دروازه. ببینید یه بغل پای فنی و عالی از اورانوف، توپی که با اختلاف کمی به بیرون رفت. آقای صفایی عذرخواهی هم میکنه از ربیعی به خاطر وقفه‌ای که تو بازی به وجود اومد. وحید امیری بعد از مدت‌ها به بازی خواهد رفت به جای عیسی آل کثیر. توپ هم از دست میده، ضد حمله پرسپولیسیا میتونن گل دوم رو بزنن. اورانوف به سمت دروازه خود استون، اورانوف پاس عرضی، موقعیت هست برای ترابی تو سر توپ. ببینیم گل میزنن یا نه. وحید امیری نگه میداره، کماکان موقعیت برای سروش رفیع. با اون حرکت همیشگی خودش توپ پرتاب میکنه به درون محوطه جریمه، یه ضربه سر و رفیع توپ در اختیار میگیره. این ضربه سر وسط پایان این دیدار جذاب و نفسگیر مخصوصا در دقایق پایانی